خلاصه داستان سریال ضربان قلب قسمت 53. ایلول سعی میکنه مرج رو بیدار نگه داره تا آمبولانس برسه. علی به خونه برمیگرده و میبینه که ایلول نیست. آمبولانس با ایلول به بیمارستان میرسن. علی به ایلول زنگ میزنه و پرستار جواب میده و میگه بیمارستان هستش. آغوز و ایلول به اون مرد رسیدگی میکنن. در یک جلسه 3 نفره سلیمان و سلیم و وکیل هستن. سلیمان قصد داره برای سینان پرونده پزشکی درست کنه و او رو در یک کلینیک خصوصی بستری کنه. سلیم میگه چطور چنین کاری رو میکنی؟ سلیمان میگه خیلی سوال میکنی. وکیلم اضافه میکنه که من دیروز او رو دیدم، نرمال بود. سلیمان میگه او ساعت‌ها میخوابه و استرس زیادی داره و بعد از بهار اینطور شده. در این صورت به خودش و بیمارستان آسیب میزنه. سلیم این کار رو ناعادلانه میدونه و میره. به نظر وکیل پرونده پزشکی لازم هستش و سلیمان به او یادآور میشه که نگران اون مسائل نباشه و او آن را حل خواهد کرد. سینان میاد که به اون مرد سر بزنه. او وضعش رو میپرسه که چه کسی او رو با این وضعیت به اونجا آورده. ایلول میگه من آوردم. سینان میگه زنده نگه داشتم و آوردنش با این وضعیت کار سختی بوده و بهت تبریک میگم و خودش هم وارد کار و کمک رسانی میشه. اسما با چمدانی پیش آرگر بیمارستان میاد و میگه پدرم علی یوسف رو میشناسه و با این کار موافقت نمیکنه. سینان در مورد بیمار فکر میکنه که باید عمل بشه، ولی ایلول مخالف هستش و میگه راه حل دیگه ای پیدا کنه که سینان حق رو به او میده. همه از این طرز برخورد او تعجب میکنن. علی هم راه حل دیگه ای پیشنهاد میکنه که سینان میپذیره. همه از رفتارهای مثبت او شگفت زده شدن. سینان سلیم رو هم خواسته تا در مورد عکس ها با او مشورت کنه. علی با تعجب میگه این سینان بود؟ سینان به اتاقش برمیگرده و میبینه که سلیمان پشت میز او نشسته و در دستش جعبه های قرصی هست. سینان میپرسه اینجا چی کار داری؟ سلیمان پیش دستی کرده و میپرسه تو باید جواب بدی. این قرص های قوی اعصاب رو چرا میخوری؟ سینان تعجب میکنه و میگه اینها مال من نیست و من نمیخورم. سلیمان به او وانمود میکنه که اینها مال تو هستن و برای حل مشکلاتت از اونها میخوری و توضیح میده در پرونده پزشکی تو این چیزها نوشته شده و روان پزشک تجویز کرده. سینان میگه ولی من در عمرم به روان پزشک مراجعه نکردم. یک دفعه سینان متوجه قضیه میشه و میگه پس تو پشت سر من این کارها رو میکنی. سلیمان میگه ذهن تو آشفته است، باید مدتی استراحت کنی. سینان میگه من به مرخصی نمیرم و با عصبانیت به سلیمان میگه از اونجا بره. آرت و اسما نمیدونن چطور باید با مسئله پدرش روبرو بشن. سینان و ایلول مشغول عمل هستن. سلیمان از بالا تماشا میکنه و به سلیم هم گفته او بیاد تا سینان رو ببینه و سعی کنه با گفتن حرفای روحیه سینان رو ضعیف و او رو عصبی کنه. ایپک با علی در مورد ایلول حرف میزنه و اشاره میکنه که از وجود نازلی اطراف او ناراحته. علی وجود هر گونه رابطه ای رو بین خودش و نازلی انکار میکنه. ایپک میگه او چرا به خونه تو اومده و غذا درست کرده؟ او یادآور میشه که اگه ایلول از کسی ناراحت بشه، حتی اگه دوستش داشته باشه، از کنارش میره. علی به او اطمینان میده به کسی اجازه نخواهد داد بین اونها مشکل درست کنه. موقع عمل سینان از کارها و رفتارهای سلیمان ناراحت هستش و او سعی میکنه تمرکز سینان رو به هم بزنه. او در حین عمل دچار استرس میشه و بقیه کارها رو به ایلول میسپاره. سینان حالش بد میشه و سلیمان رو مقصر میدونه. پرستارا فکر میکنن که او بعد از بهار اینطور شده. ایلول از بیمارستان بیرون میره که میبینه یک کامیون پر از گل اونجاست و علی هم پشت کامیونه. او رو سوار میکنه و میگه ماشین دوستم هست. آلپ و صمد یک طرحی رو برنامه‌ریزی میکنن که بتونن پدر اسما رو راضی کنن. صمد با گریم و تغییر چهره خودش به عنوان پدر آلپ معرفی میشه. سینان به نازلی پیام میده که به دیدنش بیاد و به اون میگه برای پیشنهادی که برای کار به شما دادم از هیئت مدیره هم باید تایید بگیرم. نازلی میپرسه چرا فکرت عوض شده؟ قبلا راجع به این مسئله چیزی نگفتی. سینا میگه چون باید همه جوانب کار رو در نظر بگیرم و ایلول بزرگترین سهامدار این شرکت هستش.
خلاصه داستان سریال ضربان قلب قسمت 54. آل و اسما حاضر میشن که به کافه برن تا با پدرش آقای نجاتی صحبت کنن. صمد هم به عنوان پدر آل اونجا میره. نازلی موقع رفتن از راه رو ایلول رو میبینه و ایلول به اون محل نمیذاره. ایلول به اون تذکر میده به چیزی که مال اون نیست دست رازی نکنه. ایپک با ایلول حرف میزن و مطرح میکنه که از نازلی خوشم نمیاد و اجازه نمیدم رابطه بین تو و علی رو خراب کنه. ایلول او رو مطمئن میکنه که او چنین اجازه ای نمیده. در این موقع از اورژانس به ایپک زنگ میزنن و او میگه بیماری آوردم و باید برم. ایپک پیش علی میره و با هم حرف میزنن و نمیخواد ایلول چیزی بفهمه. علی میگه من سالهاست منتظر این روز هستم. موقع صحبت کردن صمد با آقای نجاتی او از رفتار و حرکات صمد متوجه میشه که اونها دروغ گفتن و عصبانی میشه. آلت مجبور شده و میگه من در یتیم خونه بزرگ شدم و خانواده‌ای ندارم و نزدیکترین دوست من صمد هستش که برای کمک به من این فکر رو کرده. نجاتی میگه یتیم بودن چیزی نیست که به خاطرش خجالت کشید، اما دروغ گفتن خجالت داره. من به آدم دروغگو دختر نمیدم. ایلول و علی پیش سلیمان میرن. او میگه این حرفا ناراحت کننده است، اما مجبورم بگم که سینان بعد از بهار نتونسته خودشو جمع و جور کنه. هرچی میگذره اعصابش ضعیف‌تر میشه. ایلول میگه اشتباه میکنید، مدتی هستش که او را آرام دیدم. علی هم حرف او را تایید میکنه. سلیمان نسخه های دارو و گزارش پزشکی سینان رو به اونها نشون میده. آقای نجاتی میخواد اسما رو ببره و باور داره که این عشقا دو روزه هستن که میگذرن. اسما مایل نیست که بره. اسما به پدرش میگه چند روز اینجا بمون تا ما رو درک کنی. جای من کنار آل و دوستانم هستش. ایلول به سلیمان میگه این گزارش ها ساختگی هستن و شما اونها رو آماده کردید. من امضا نمی کنم. علی و ایلول از رفتار سلیمان نسبت به سینان ناراحتن. علی میگه این کارها در اصل به خاطر دعوا بر سر قدرته. آغوز در خونه علی هستش که یکی از دوستان سابق او به نام دیلا که در کار تزیینات و دکور هستن اونجا میاد و قرار هستش که اون خونه رو تمیز و تزیین کنه. علی در راه به ایلول میگه که قرار هستش برنامه حنابندان ترتیب بدن. در راه یک ماشین مرتب میخواد از علی سبقت بگیره. علی مجبور میشه که کنار بره و به اون ماشین راه بده. در خونه علی رو میزنن و صمد باز میکنه. یک مرد موتور سوار یک بسته به صمد میده و میگه این برای علی آصف هستش. صمد اون رو تحویل میگیره. ایپک و اسما به ایلول اصرار میکنن که لباس قرمزی رو که آماده کرده بپوشه، اما او موافق نیست. اما در آخر مجبور به قبول میشه. علی هم لباس پوشیده و پیش مهمان ها میره. صمد به علی میگه یه بسته کادو برات رسیده. علی میخواد اون رو باز کنه که ایلول با لباس قرمزی که پوشیده و آرایش کرده وارد میشه. علی به دنبال او رفته و دستشو میگیره و با هم شروع به رقصیدن میکنن. نازلی که بیرون خونه همون طرف رو ایستاده و ناظر مهمانی هست، عکس علی و خودش رو موقع بوسیدنش به چند نفر از مهمانان میفرسته. عکس به گوشی ایپک، آغوز، آل، اسما و صمد هم ارسال میشه. همگی از دیدن اون عکس‌ها در گوشی و همزمان رقصیدن علی و ایلول تعجب میکنن.